سلام، با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز جمعه 4 ماه ثور سال 1394 هجری خورشیدی و 24 ماه اپریل سال 2015 میلادی است. نخست سرخط مهمترین خبرها. نبرد نیروهای امنیتی در 9 ولایت کشور با جنگجویان مخالف دولت. در نتیجه جنگ ها دشمن 15 نفر کشته داده و اضافه تر از 5 نفر زخمی دارد. در جریان زد و خورد دشمن تلفات سنگین متقبل میشه. انتقاد خانواده های 31 مسافر از معلوم نبودن سرنوشت نزدیکانشان. اینا بلی از خدا بیاین یک گلنتل سری ما بپاشن، امی سویه خانواده ما راضی هستیم، ما را آتیش میزنن که ما از غم دنیا بیغم شویم. دولت هست دیگه، توپ داره، تانک داره، طیاره داره، ما توانایی نداریم، ما غریب هستیم، ما فقیر هستیم، ما هیچ کار نداریم که از کدام را اعلام میکنه، فقط بچه های ما را آزاد کنه. حضور شهروندان افغانستان در میدان های نبرد در سوریه و افزایش تلاش های اتحادیه اروپا برای نجات پناهجویان غیرقانونی در دریای مدیترانه. مشروع خبرها. نیروهای امنیتی کشور در 9 ولایت در حال نبرد با گروه های حرس افغان هستند. وزارت دفاع ملی میگوید که همکنون 14 عملیات در چارچوب عملیات فتح در 9 ولایت ادامه دارند و این عملیات ها تا پاکسازی بخش های زیر اداره حرس افغانان ادامه خواهند یافت. در همین حال شمار از آگاهان حکومت را از بهره نداشتن یک برنامه روشن برای نبرد با حرس افغانان و نیز نداشتن تعریف مشخص از دوست و دشمن انتقاد می کنند. نظامیان افغان در 14 خط نبرد. فرار کرد دشمن، از رخ فرار کرد. در حال حاضر ولایت های هلمند، غزنی، پکتیکا، کنر، ننگرهار، هرات، فاریاب، کندز و بخش های از بدخشان گواه نبرد میان نیروهای امنیتی و گروه های حرس افغان هستند. فعلا ما در 9 ولایت کشور 14 عملیات ماریبوی پلان شده داریم و چندین عملیات غیر پلان شده که در ولسوالی ماکور ولایت غزنی امروز 30 نفر مخالفین کشته شده، 26 نفرشان زخمی است و 7 نفر در یک موتر تونس که نقاب پوشا بودن اینا هم از بین رفتن. فعلا تلفات نداریم، به فضل خدا تلفات موجود نیست. گسترش دامنه فعالیت های حرس افغانان به بسیاری از بخش های کشور به ویژه سربیرون کشیدن این گروه ها از بخش های امن کشور و نیز افزوده شدن حلقه های تندرو و حرس افغان تازه بسیاری ها را نگران از بدتر شدن اوضاع در کشور ساخته است. اگر حکومت مرکزی توجه جدی به خاطر تامین امنیت به بسیار زودی نکنه، خدای نخواسته ما نگرانی از این داریم که ولایت قندوز به دست مخالفین سقوط نکنه. پلیس قندوز میگوید که دیشب طالبان از 4 سو بر پاسگاه های امنیتی قندوز به گونه گروهی حمله کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند و چند ساعت بر همدیگر آتش باری کردند. در نتیجه جنگ ها دشمن 15 نفر کشته داده و اضافه تر از 5 نفر زخمی دارد. از سوی هم پلیس فاریاب میگوید که حرس افغانان دیشب بر پاسگاه های پلیس در این ولایت نیز حمله کردند. در این حمله 4 حرس افغان کشته شدند. 3 جسدشان در میدان جنگ مانده، 4 کشته داره، 1 شکشیده، 3شان مانده، 3 هم زخمی داره. ما با گروه های تروریستی رو هستیم. این گروپ ها از گذشته به این طرف تلاش داره که با ما و با مردم افغانستان در جنگ باشه. اما این را بدانن که هرگز در این مبارزه نامشروعشان به هدفشان نمیرسن. مردم افغانستان، صدای 30 میلیون مردم افغانستان بالاتر از صدای چند گروه تروریستی است. با باور برخی از آگاهان فصل جنگ امسال متفاوت‌تر سال‌های گذشته خواهد بود، زیرا در کنار حرس افغانان دیگر گروه داعش نیز اضافه شده است. در همین حال
وزیر خارجه روسیه از حضور داعش در افغانستان نگرانی کرده است و نماینده ویژه مسکو برای افغانستان امسال را یک سال خطرناک برای کشورمان خوانده است. اما وزارت خارجه چین در واکنش به عملیات بهاری طالبان از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته است که برای حل بحران افغانستان یک راه حل سیاسی جستجو شود. از سوی دیگر نیروهای امنیتی یک عملیات مشترک را برای رهایی مسافران ربوده شده در ولایت زابل راه اندازی کردند. مقام های محلی در زابل میگویند که این عملیات از دیروز به این سو در ولسوالی خاک افغان این ولایت آغاز شده. همزمان با این خانواده های 31 مسافر ربوده شده از حکومت ناامید شدند و هشدار می دهند که در صورت رهانه شدن نزدیکانشان دست به اعتراض گسترده خواهند زد. دو ماه از ربوده شدن 31 مسافر در ولایت زابل گذشت، اما هنوز هم هیچ سرنخی از آنان در دست نیست. خانواده های این مسافران که از 20 روز در چادر دادخواهی در چند صد متری کاخ ریاست جمهوری گرد آمدند، میگویند که دیگر از دولت ناامید شدند و در صورت رهانه شدن ربوده شدگان دست به اعتراض های مدنی خواهند زد. اینا بلیاز خدا بیاین یک گلنتل سر ما بپاشن، همین 31 خانواده ما راضی هستیم. ما را آتیش بزنند که ما از غم دنیا بیغم شویم. دولت از دیگه توپ داره، تانک داره، تیاره داره. ما توانایی نداریم. ما غریب هستیم. ما فقیر هستیم. ما هیچ کار نداریم که از کدام را اعلام میکنه. فقط بچه های ما را آزاد کنه. شمار دیگر از این خانواده ها در گوشه دیگر از کابل گرد آمدن و با برگزاری ختم قرآن و دادن صدقه به ناداران از گروگانگیران میخواهند که ربوده شدگان را رها کنند. و هر طرف رو که دیم بازم هم هر که گروبان گرفته بمی خدا و بمی قرآن به حال اینجا رحم کنه، بفهمه که بچه های غریب است، در حالش هیچ کس در صدایش نرسیده، نه دولتش نه جاهای دیگه. گفتهای ما را زیاد گفتیم برای دولت که گوش شنوا در گوش اونا پخته زدشته، هیچ شنوایی ندارن و چشمایشان هم کور شده، هیچ نمیبینن که 31 نفر خانواداش چی عذاب میکشن و چی میکنن. در همین حال مقام های محلی در زابل میگویند که نیروهای امنیتی دو روز پیش عملیات مشترک را برای رهایی مسافران ربوده شده در ولسوالی خاک افغان این ولایت آغاز کردند. کدا عملیات تلمن پر رقم عملیاتی مشترز نشته که بود رو بسه پوری خود دیر شروان دیسی مش معلومات لرو نزمجا مخلب شکایت کرده نیلدی سه رو بسه پوری کم ناراضی لیدلې د تر اوسه پورې خو زموږ امنیتي ځواکونه چې په کوم ځای کې عملیات کړي دي ډېر ښه برخورد یې له عامو خلکو سره کړی دی. خدای دې وکړي چې د عملیات تر پایه پورې دغه رقم ښه برخورد یې لري. آدم ربایی ها در افغانستان در ماه جدی پارسال افزایش یافتند. تنها در این ماه بیش از 60 مسافر و کارمند شرکت های مختلف در بغلان، هرات، لوګر، سرپل و نیمروز ربوده شدند. در ماه دلو سال پار 31 مسافر در زابل ربوده شدند و نیز چندین مسافر دیگر در غزنی رو بوده شدند و گروگانگیران 4 تن آنان را کشتند. با این همه ارتش آزاد سوریه تصویرهای تازه را از 4 جوان افغان که در جنگ سوریه شرکت کردند پخش کرده. در این تصویرها 4 جوان که خودشان را شهروندان افغانستان میگویند که از بیکاری و ناداری از افغانستان به ایران رفتند و از آنجا به سوریه فرستاده شدند. وزارت امور خارجه میگوید که مدارک ندارند که پناهجویان افغان را ایران به سوریه فرستاده باشد. این پناهجویان به میل خود در جنگ سوریه شرکت کردند. شهروندان افغانستان هیزام در جنگ سوریه. این نوار تصویری تازه که از سوی لشکر عمود اوران که به ارتش آزاد سوریه وابسته هستند پخش شده است. در این تصویرها پناهجویان افغان میگویند که بیکاری و ناداری آنان را مجبور به شرکت در این جنگ ساخت. این پناهجویان در کنار سربازان وفادار به بشار الاسد می جنگند و از سوی مخالفان حکومت بشار الاسد گرفتار شدند. در میان این اسیران یک نوجوان نیز دیده می شود که از سوی ارتش آزاد سوریه شکنجه نیز شدند. بیکار بودم، کار نبود، کار خلاص شد، دیگه کار ایج نبود، مو بازم بود، بیکار بخاطر پول آمدم، بیکار بودم، کار نبود، دیگه نبود. شماری از شهروندان کشور میگویند که اگر فقر و ناداری ادامه یابد و شمار جوانان بیکار افزایش یابند، گروه ها از این جوانان بیکار استفاده سو خواهند کرد. هر روز خبر میشیم که فابریکا ها در
که ولایت هرات و قندهار بسته شده میره و اینمی جوان ها بیکار شده میره. و به خاطر امی بیکاری که در وطن ما فعلا حاکم است، مجبور میشن به کشورهای مثلا ایران و پاکستان مهاجرت میکنن و اونا با استفاده از این مجبوریت جوان ها اینا رو با تطمیع خوب پولی به حساب حاضر به این میسازن که برن به صف کشورهای که اونا به حساب مطرح هستن فعلا در جنگ به ضد مخالفینشان جنگ کنن. برخی از روزنامه‌نگاران میگویند که پناهجویان افغان حضور گسترده‌ای در سوریه دارند و بیشترشان در برابر پول و امکانات زندگی برای خانواده‌هایشان از سوی ایران به این جنگ فرستاده می‌شوند. برغم تمام ثبوت و شواهدی که ما در دست داریم و جنازه‌ها هر روز در شهرهای مختلف ایران به خاک سپرده می‌شه و در مشهد، در قم، در اصفهان و افراد اشخاص عکس‌هایشان نشر شده، ولی دولت افغانستان تلاش میکنه که کتمان کنه، پوش ایرا در واقع مخفی نگه دارد. از سوی دیگر گزارش های وجود دارند که پناهجویان افغان از پاکستان نیز در جنگ سوریه شرکت کردند، اما این پناهجویان به پشتیبانی از داعش و ارتش آزاد سوریه به این جنگ رفتند. اما وزارت امور خارجه میگوید که هیچ مدرکی در دست ندارند که ایران پناهجویان افغان را به جنگ سوریه فرستاده باشد. سخنگوی این وزارت میگوید که بسیاری از پناهجویان به خواست خودشان به این جنگ ها شرکت میکنند. کدام سندی و یا گزارش رسمی که ادعا را ثابت بکنه به حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در دسترس نیست. الله اکبر. سفارت ایران همواره این ادعاها را رد کرده است و آن را یک دسیسه می داند. گزارش ها وجود دارند که هزاران تن از پاکستان در جنگ یمن شرکت کردند و در میان این جنگجویان شماری از پناهجویان افغان نیز حضور دارند. ناداری و بیکاری از انگیزه های اصلی پناه بردن جوانان به کشورهای همسایه گفته شده است. به باور آگاهان، گروه های گوناگون با استفاده سو از این جوانان آنان را در اهداف نظامی و استخباراتیشان کار میگیرند و این جوانان را به کشتن میدهند. رئیس جمهور غنی تا 3 روز آینده به هند خواهد رفت. مقام های هندی میگویند که محور گفتگوهای رئیس جمهور غنی و نخست وزیر مودی چگونگی روابط بازرگانی میان افغانستان، ایران و هند از راه بندر چابهار خواهد بود. این مقام ها تاکید میورزند که در صورت گسترش روابط افغانستان و هند، دهلی نو حاضر خواهد شد تا در بخش های بازرگانی و حتی فروش جنگ افزار به کابل تلاش بیشتر کند. این در حالی است که هند پیش از این سفر امروز از تحویل دادن 3 چرخبال چیتال برای افغانستان خبر داده. کمک 46 میلیارد دلاری چین به اسلام آباد ظاهرا دهلی نو را نگران از کمرنگ شدن نقشش در جنوب آسیا ساخته است. وکرم سود، رئیس پیشین استخبارات خارجی هند، گفته است که چین در نظر دارد تا از راه پاکستان به بحیره عرب و منابع افغانستان و ایران دست یابد. در همین هنگام قرار است رئیس جمهور غنی به روز دوشنبه به هند برود. مقام‌های هندی گفتند که محور گفتگوهای رهبران دو کشور رابط بازرگانی و انتقال کالاهای هند، افغانستان و ایران از راه بندر چابهار ایران خواهد بود. شماری از آگاهان میگویند که نزدیکی کابل و اسلام آباد رنجش هند را به بار آورده است و این سفر می تواند این رنجش را از میان بردارد. من فکر میکنم که سیاست خارجی افغانستان جدا نیاز به بازنگری داره. ما در منطقه زندگی میکنیم که هم نیازمند تعاملات و همکارهای متقابل جدی با کشورهای مختلف هستیم و هم او کشورها در بین خود با رقابتهای بسیار جدی روبرو هستند. بنابراین انتخاب یکی و در حاشیه قرار دادن دیگری نمیتونه تامین کننده منافع ملی افغانستان باشه. این سفر ما گمان میکنم به خاطر خاط باشن که امو فکر منفی که در سر هندی ها پیدا شدن برای حکومت وحدت ملی میخواین او رو دور بسازن. مقام های هندی به این باور هستند که با موافقت نامه راهبردی کابل و دهلی نو، رابط میان این دو کشور به حالت عادی برخواهد گشت و آنان خوشبینند که در بخش بازرگانی با افغانستان انکشاف بیشتری داشته باشند و از طریق بندر چابهار و خاک افغانستان بتوانند کالاهایشان را با آسیای میانه و آسیای صغیر و حتی به شمال اروپا برسانند. ادامه خبرها.
اتحادیه اروپا کمک‌هایش را برای نجات جان‌های پناهجویان غیرقانونی در دریای مدیترانه سه برابر می‌کند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست در بروکسل تصمیم گرفتند تا کشتی‌ها، هواپیماها و چرخبال‌های بیشتر را برای شرکت در عملیات‌های نجات به دریای مدیترانه بفرستند. آنان همچنان توافق کردند تا زمینه اقدام نظامی را در برابر قاچاقبران انسان فراهم کنند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آغاز نشست اضطراریشان در بروکسل به یادبود از تلفات پناهجویان غیرقانونی در دریای مدیترانه یک دقیقه سکوت کردند. در این نشست این رهبران تصمیم گرفتند تا کمک‌هایشان را برای نجات جان پناهجویان در دریای مدیترانه به 9 میلیون یورو افزایش بدهند و با قاچاقبران انسان نیز به گونه جدی برخورد کنند. رهبران اتحادیه اروپا خواستار اقدام‌هایی در چهارچوب قوانین جهانی و حقوق بشر برای بازداشت و ویران کردن کشتی‌های قاچاقبران پیش از استفاده آنها شدند. ما در پیکار با حلقه‌های قاچاق همکاریمان را با پلیس اروپا افزایش می‌دهیم و پناهجویان را به کشورهای سومی می‌فرستیم. این رهبران همچنان تصمیم گرفتند تا برای پناه دادن به پناهجویان غیرقانونی که از راه دریا به اروپا می روند، اتحادیه اروپا برنامه را با کشورهای داوطلب روی دست بگیرد و کارشیوه بازگرداندن آنان را نیز بررسی کند. این نشست در حال برگزار شد که سازمان جهانی مهاجرت می گوید که تنها در سه هفته اخیر بیش از 1300 پناهجو در دریای مدیترانه جان باختند. هرگونه تجاوز بر عربستان سعودی پاسخ سخت پاکستان را بدنبال خواهد داشت. نخست وزیر پاکستان در سفرش بر ریاض میگوید که حفظ استقلال و تمامیت ارضی عربستان سعودی برای پاکستان بسیار مهم است و اسلام آباد در برابر تلاش ها برای بی‌ثبات ساختن عربستان سعودی آرام نخواهد نشست. ایالات متحده آمریکا شمار از جنگنده‌های F-35 اش را تا سال آینده میلادی در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد. معاون نخست وزیر معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هدف از این کار را حفظ توانایی‌های نظامی اسرائیل در خاورمیانه میگوید. جو بایدن همچنان اطمینان می‌دهد که در هر گونه توافق هسته‌ای با ایران امنیت اسرائیل در نظر گرفته خواهد شد. ادامه خبرها. تنها راه جذب سرمایه گذاری های بزرگ در کشور و حل مشکلات ترانزیتی و بازرگانی با کشورهای همسایه عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی است. مسئولان وزارت تجارت صنایع با خوشبینی به عضو شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی میگویند که در چارچوب این سازمان افغانستان به عنوان یک کشور کمتر توسعه یافته از امتیازات زیاد برخوردار خواهد شد. اما شمار صاحبان صنایع با نگرانی از سیاست های نادرست شمار از کشورهای همسایه میگویند که عضویت در سازمان تجارت جهانی و موقف ضعیف حکومت افغانستان در این سازمان سبب رکود صنایع نوپای افغانستان خواهد شد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع میگویند که با عضو شدن افغانستان در سازمان تجارت جهانی گذشته از حل بنیادی مشکلات ترانزیتی و بازرگانی افغانستان با کشورهای همسایه به ویژه پاکستان، از راه اندازی سیاست‌های دمپینگ کشورهای خارجی در کشور جلوگیری خواهند شد و افغانستان در چارچوب قوانین سازمان تجارت جهانی میتواند بر 2.5% کالاهای وارداتی کشورهای عضو این سازمان تعرفه بلند وضع کند و مافیات های تروفایی از کشورهای چین، امریکا، اتحادیه اروپا و هند بگیرد. ده هدف در WTO در عضویت داخستل و نچه در پروسه هم شروع کرده و دوه چه منگ سرمایه گذاری پا داخل در افغانستان که تشویق کرو. نو اغا صنعت چیز منگ چه ویره لری داغی در پاره منگ اغا حفاظتی اقدامات مخی در مخی نکری دی قوانین و بانمکار شروع کرده دی چه قوانین در انتی دمپنگ قانون دی چه وست پتای مراحلو که دی در وزارت عدلیه سر دی او داغی تر چنگ پا حدود در چلرش قوانین دی چه زن تعدیلات دی زن نوی قوانین دی چه من کوله شو جد خپل صنعت نه دفاع وکرو. اما مسئولان اتحادیه صنایع میگویند که باز شدن در سازمان تجارت جهانی تعرفه ها بر کالاهای بازرگانی کاهش می یابد و این کار زمینه را برای رقابت ناسالم در بازارهای کشور و نیز رکود صنایع نوپای کشور فراهم خواهند ساخت. آنان میگویند که موقف افغانستان در نشست های سازمان تجارت جهانی برای به دست آوردن امتیازات بیشتر برای حمایت صنایع داخلی بسیار ضعیف است.
دا معاهده تر هغه پورې امضا نه کو تر څو د افغانستان اقتصادي بنیادونه او صنعتي بنیادونه د خپ په و درېدل بیا ورسته د غو کچیر اوس مو امضا کړو په دې کې ډیر نقص دادې دا اوس موږ نه پویږو چې موږ څومره رشد کولای شو د فرنیچر په بخش کې. این در حال است که بر بنیاد معلومات وزارت تجارت و صنایع افغانستان مدارک و شرایط عضو شدن به سازمان تجارت جهانی را فراهم ساخته است و پس از بررسی رئیس جمهور این مدارک به سازمان تجارت جهانی داده می شود. از سوی آگاهان اقتصاد می گویند که دولت پیش از عضویت در سازمان تجارت جهانی زمینه های لازم استفاده از سهولت های این سازمان را در کشور فراهم سازد. با سلام خوش آمدید. تیم ملی جودوی افغانستان برای شرکت در 18مین دور رقابت‌های جودوی قهرمانی آسیا در کویت و حضور در جشنواره جودو در پاکستان از 40 روز بدین سو در آمادگی به سر می‌برد. این دو رویداد تا دو هفته دیگر در کویت و لاهور برگزار خواهند شد. اینان اعضای تیم ملی جودوی افغانستان هستند. این ملی پوشان از ولایت‌های کندوز، تخار، کابل و بغلان برای شرکت در رقابت‌های بیرون مرزی برگزیده شدند. و از 40 روز بدین سو تمرینات فشرده را آغاز کردند. ما آرزو دارم که برم یک مدال بگیرم برای افغانستان و افتخار برای افغانستان بیارم. آمادگی ما الحمدلله بر فعلا خوب است. دیگه وقت زحمت میکشیم. فدراسیون جودو میگوید که ورزشکاران از انگیزه بلند برخوردار هستند، اما از مشکلاتی که با آن روبرو هستند سخت نگران هستند. مشکلات بسیار زیاد داریم، مگر من تو فکر میکنم که در دولت ورزش حال از کلک ششمان بیرون شده. من تو فکر میکنم اینمی ورزشکارا و همی استاد هستن که یک احساس وطن دارن، وطن دوستی دارن، افغان بودن و غیرت را دارن، اما به بودجه خود، به توان خود، به زور خود ورزش را در افغانستان نگاه کردیم. فدراسیون این رشته ورزشی در سال 1362 هجری خورشیدی در چارچوب ریاست تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک ایجاد شد و اکنون در 15 ولایت کشور فعالیت دارد. مرحله نیمه پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا قرعه‌کشی شد. در این مرحله بارسلونا و بایرن مونیخ به مساف یکدیگر فن رفت و رئال مادرید به مساف یوونتوس می‌رود. دیدارهای مرحله رفت روزهای پنجم و ششم می به میزبانی بارسلونا و یوونتوس و دیدارهای برگشت روزهای دوازدهم و سیزدهم می به میزبانی بایرن مونیخ و رئال مادرید برگزار خواهند شد. رونی کولمان قهرمان پرورش اندام جهان و 8 دوره مستر المپیا که برای برگزاری چند برنامه آموزشی وارد ایران شده است، بدون برگزاری کارگاه آموزشی ایران را ترک می کند. کولمان روز چهارشنبه وارد ایران شد و قرار بود روزهای پنجشنبه و جمعه دوره های آموزشی را برای مردان و بانوان برگزار کند که به وی اجازه این کار داده نشد. در حال کارگاه های آموزشی رونی کولمان برگزار نشد که از هفته ها پیش انتقاد ها نسبت به حضور وی در ایران آغاز شده بود. وزیر ورزش و جوانان ایران نیز گفته است که حضور رونی کولمان و فعالیت های وی بیشتر جنبه تجاری دارد تا ورزشی. برنامه های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.